اگه همیشه دنبال یه راهی برای گرفتن یوسی رایگان هستید، بهتره که این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. سلام بچه‌ها، چطوری؟ تو این ویدیو قراره خطر بن و دزدیده شدن اکانت پابجیتون به خاطر یوسی رایگان رو با هم دیگه بررسی کنید. اگه همیشه دنبال یوسی رایگان و یا یوسی ارزون هستید، این ویدیو میتونه بهتون کلی کمک کنه تا اکانت پابجیتون بن و دزدیده نشه. همچنین به جوایزی که احتمال اومدنشون توی میتیک فورج بعدی هست یه نگاهی میندازید. خب بچه‌ها، چند روز پیش یکی از بچه‌ها یه عکس فرستاد از سایت میداس بای و توی وایس گفته بود دوستش از میداس بای بیش از 100,000 یوسی شارژ کرده و در مورد دوتا عکسی که فرستاده بود صحبت میکرد. موضوع این بود که میداس بای 16,800 یوسی رو به 90 سنت به فروش گذاشته. دقیقا مشابه همین موضوع رو اگه اشتباه نکنم 2 سال پیش و شایدم بیشتر این اتفاق افتاده بود و این بار دومیه که میداس بای همچین باگی توی سیستمش به وجود میاد. خیلی ساده بخوام براتون توضیح بدم اینه که شما با 50,000 تومن نزدیک به 17,000 یوسی میخرید. آیا به نظرتون منطقیه؟ خب قطعا خیر و از حلقومتون میکشم بیرون. در صورت اینکه کسی از شما این کار رو انجام داده باشه، اول اینکه اگه یوسی هنوز توی اکانتتون باشه برگشت میخوره و همون مقدار یوسی از اکانتتون کسر میشه، و اگه شما مثل این دوستمون بیش از چند بار خرید کرده باشید، خب طبیعتا معلوم میشه که شما از این باگ به وجود اومده سوء استفاده کردید، و اگه یوسی رو توی اکانتتون خرج کرده باشید احتمال خیلی زیاد اکانتتون مسدود و بند میشه، چون شما میدونستید که این باگه و همچنان چند بار ازش خرید کردید، یعنی نیت بدتون آشکار میشه. توی تیک تاک کلی ویدیو آپلود شده از گرفتن 220,000 یوسی با 10 دلار و یا گرفتن 700,000 یوسی با 40 دلار که همه اینا برگشت خورده و باعث بند شدن اکانتشون شده. پس اگه یه بار دیگه یه همچین اتفاقی افتاد، هیچ وقت ریسک نکنید، چون اکانت بازیتون بند میشه. یعنی واقعا اونایی که اون لحظه خوشحال شدن که وای من 700-800,000 یوسی رو با 40 دلار گرفتم، اصلا واقعا اینطوری که دارم فکر میکنم شاید خود میداس بای یعنی یه جورایی از قصد این کارو کرده باشه، چون فکر نمیکنم آخه همچین باگی بخواد به وجود بیاد. و در ضمن یه نکته بهتون بگم که خود پابجی گفته سیستم امنیتی و آنتی چیت پابجی توی سیزن بعدی قراره که کلی قوی تر بشه، یعنی حواستون باشه به چیتی که قراره بزنید و یا هر نوع کلاهبرداری که قراره انجام بدید حواستون باشه، چون پابجی دیگه امنیتش قوی تر شده. بخش بعدی مربوط به تبدیل سکه سیزن و یا بی پی به یوسیه. این موضوع رو قدیم براتون توضیح دادم، ولی بازم یادآوری میکنم که کامل توی ذهنتون بره. بچه‌ها، سایت میداس بای رو با سایت های فیک اشتباه نگیرید. اگه توی این اینستاگرام، تیک تاک یه همچین ویدیوی دیدید که مثلا میگه با بی پی میتونید که یوسی بگیرید، اصلا روی لینک و سایتی که میگه وارد نشید. شاید اگه این موضوع رو ندونید یه همچین تصویری شما رو تحریک کنه. بنر تبدیل بی پی سکه سیزن و یا سیلور به یوسی. خب طبیعتاً اگه یه بچه 10 ساله بخواد همچین چیزی رو ببینه، خب خوشحال میشه. واو، یه همچین حرکتی میشه زد. و به محض اینکه وارد سایت میشن و میخوان که لاگین کنن، اکانتشون بعد چند ساعت خیلی راحت هک میشه و سیستم کاریشون هم خیلی جالبه. میگه با اکانت فیسبوک و یا توییتر، اکانتی که به پابجیتون وصله، با اون وارد شید تا من بتونم که مثلا بی پی رو تبدیل کنم. مشابه این اتفاق برای اکانت خودم افتاد که 2 سال پیش و براتونم توضیح دادم. در کل چیزی به اسم رایگان و تبدیل وجود نداره. تنها راه گرفتن یوسی رایگان از یه سری برنامه‌های خاص و یا از بونوس چالش. همچنین یه سری پیج‌های فروش یوسی وجود دارن که توی ترکیه واقعا زیاده. این پیج‌ها به شکل عجیبی یوسی رو ارزون میدن و دقیقاً یکی از دوستام اکانتش همینطوری بن شد به خاطر اینکه از یه جای یوسی ارزون سفارش داده بود و یوسی اومده بود، ولی خب اکانتش بند شده بود و خودش ایمیل و پسورد داد. من وارد شدم دیدم آره واقعا بند شده. و همینجا بهتون بگم هر چیزی که میبینید خیلی ارزونه، بدونید که یه مشکلی داره، حالا چه داخل پابجی و یا تو دنیای واقعی. چیز ارزون احتمال زیاد یه علتی داشته. و اینم بوده از موضوع سایت میداس بای که خواستم در اطلاع باشید. همچنین سوال خیلیاتون این بوده که آیا لیون میشه با دیدن تبلیغات یوسی گرفت؟ این ویژگی داخل پابجی بتا در حال تست شدنه. سیزن بعدی و یا 2 سیزن بعدی این ویژگی به بازی اضافه میشه که با دیدن تبلیغات میتونید که جایزه بگیرید. و حالا بریم سراغ اسکینایی که احتمال زیاد توی فروشگاه
میتیک فورج بعدی قرار میگیرن. اسکنایی که فعلا احتمال داده شده توی میتیک فورج بعدی وجود دارن این ستاست که قراره توی میتیک فورج بیاد. البته بهتون بگم جب طلایی و میتیک فورج خیلی اگه طول بکشه تا 3 روز دیگه به دستمون میرسه و به صورت 100% فاش شدهشو براتون میذارم. ولی فعلا احتمالات روی این ستا اسکینیه که روی صفحه براتون گذاشتم. به نظرم اگه این ست یخیه به میتیک فورج بیاد خیلی خفنه. چون من خودم علاقه زیادی به ست یخی دارم و خودم این ست یخی داخل میتیک فورج رو گرفتم. این یکی بیاد که خفن‌تره. همچنین ست کوین و فراید نایت هم احتمال داده شده که میاد. ولی خب بازم بهتون میگم اینا 100% نیست، پس صبر کنید که 2-3 روز دیگه میتیک فورج تایید شده شو براتون بذارم. و در آخر سوال خیلیاتون این بوده که تاریخ اومدن رویال پس بعدی کیه؟ بچه‌ها برای فهمیدن زمان انتشار رویال پس وارد بخش فروشگاه بشید توی ردیم و قسمت پرایم پلاس، کارت آرپی رو انتخاب کنید. این پایین زمان تموم شدن این سیزن رو بهتون نشون میده، 13 این ماه یعنی 13 روز دیگه. همچنین اگه توی اینونتوری روی آرپی پوینت کلیک کنید زمان پایان این سیزن رو بهتون نشون میده، 73 روز و 10 ساعت. اینجا شما 60 روز و یعنی 2 ماه سیزن رو منفی این زمان باقی مونده کنید که جواب 13 روز و 10 ساعت یعنی زمان پایان این سیزن. و توی بخش کریت ها روی کاستوم کریت بیایید. بعد از پایین این کریت جعبه طلایی اضافه میشه. اینم بود از تاریخ انتشار جوایز مهم. بچه توی بخش سازنده یه مود جدید طراحی شده به اسم زنده ماندن یعنی سوروایف. ببینیم که میتونیم زنده بمونیم. اصلا بذارید همشون بیاد. طرف مپ و عالی طراحی کرده، خیلی خفنه ولی خب راحته. الان مثلا من برم بالا بذار یه ترفند بزنم. ترفندهای لیون همه جا به کار می آید. و الان میخوای چیکار کنه؟ الان دقیقا میخواد چیکار کنه؟ اوکی خب پریدنم داره. بذار بریم یه جایی بلندتر. من از ترفندام استفاده کنم. بچه اینا تجربه است. خوبه. خب از درخت بالا میریم. حالا میپریم رو پشت بوم و لیون با استفاده از ترفند بازی رو دور میزنه. داشت اگه میشه یه مشت بزن به. مشکل داری بیناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. افتاد پایین. زامبیایی که الان پایینن. رفتارهای اینجوریتون رو بزن کنار. واقعا میدونی با اینکه من هی بیام مثلا با توهین ازتون بخوام یا بخوام با عصبانیت ازتون بخوام که نمیشه که.